فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای پاکستان که به پدر معنوی گروه طالبان معروف است میگوید طالبان تصمیم به تجدید نظر نسبت به سیستم جدید آموزشی دارد تا به مردم افغانستان نسبت به پاکستان ذهنیت مثبتی القا شود. این چهره مذهبی و سیاسی پاکستانی گفته حکومت‌های سابق افغانستان ذهنیت‌های منفی نسبت به پاکستان ترویج کردند، به که پیش از این جنگ در افغانستان را جهاد و در پاکستان ناروا دانسته بود، گفته در سفرش به افغانستان مقام‌های طالبان موضوع تغییر سیستم آموزشی را به شکل مفصل با او در میان گذاشتند. پیش از این وزارت آموزش و پرورش افغانستان تحت کنترل طالبان نیز اعلام کرده بود که سیستم آموزشی مدارس افغانستان تا کلاس ششم بازنگری شده است. هنوز جزئیات زیادی از سیستم جدید آموزشی ساخته شده توسط طالبان در دست نیست. این در حالی است که پس از تسلط دوباره گروه طالبان در افغانستان، مضامین فقه جعفری که پیش از این در مدارس و دانشگاه‌ها تدریس می‌شد، از سوی این گروه حذف و کتاب‌هایی که مضمون فقه جعفری داشتند نیز از برخی نقاط جمع‌آوری گردیدند. از سوی هم گفته می شود با تغییرات جدید در نظام آموزشی از طرف طالبان، محتوای برخی مضامین تاریخی، مشاهیر و چهره‌های اقوام غیر پشتون حذف شده و نیز برخی مضامین مذهبی با دیدگاه‌های مدارس افراطی پاکستانی جایگزین علوم روز و مسائل اجتماعی شدند. از دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین از ایتالیا پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای دکتر سلام و عرض ادب دارم خدمتون. آقای دکتر، تحلیل شما از ادعای طالبان مبنی بر تغییر سیستم آموزشی چیه؟ بفرمایید. سلام خدمت شما و بینندگان گرامی. ممنونم. در مورد گزارش که فرمودید، این موضوع طبیعی است که طالبان نظام آموزشی را تغییر میدن و این نظام آموزشی و تغییراتی که وجود میاد، این چه مقدار ممکن است که در تعامل با پاکستان باشه، یعنی بیشتر نگرش مذهبی افراطی به نظام آموزشی است، یعنی نزدیک کردن نظام آموزشی به نظام آموزشی مدارس دینی هست. در واقع فند اما ایدئولوژی خودشون رو وارد منابع آموزشی بکنن و طبیعتاً مدارس بیشتری رو برای اقوام سایر مذاهب اسلامی ایجاد کردن. دلیل اینکه اینها یک تفکر یا تلقی تندروانه از مسائل فقهی دارند که فقط خودشون به اونها باور دارن و تلاش میکنند که اینها رو نهادینه بکنن. یک راه نهادینه کردنش ورود این موضوعات در منابع آموزشی هست که میتونه بسیار خطرناک باشه برای هم افغانستان و هم کشورهای منطقه. بله، با تشکر از دکتر عبدالواحد افضلی استاد دانشگاه تورین از ایتالیا که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند.